درود به همه کله اسکیا، حالتون چطور؟ امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. بچه ها، ویدیو امروز در مورد یک سری راز و رمزها و تریک، حالا به انگلیسیش، از گوگل. گوگل یکی از موفق ترین کمپانی های دنیاست و کلا زندگی خیلی ها رو نجات داده. دمش گرم، هر چیزی رو بخوای توش پیدا میکنی، از ان بز تا گنج قارون. بچه ها، قرار امروز یه سری تریکایی رو بهتون یاد بدم. شاید بعضیاشو بدونید ولی مطمئنم خیلیاشو نمیدونید، چون اکثرا 5 تا یاد میدن، 4 تا یاد میدن، 3 تا یاد میدن، ولی من امروز قرار 16 تا راز رو تو گوگل یاد بدم. خب بعنا فکر نکنم بیشتر از اینا رازی دیگه ای باشه. اگرم باشه یا دروغه یا چرت و پرته. برای همین من بهتریناشو براتون انتخاب کردم تا کلی راز بهتون یاد بدم. گوشیاتون رو آماده کنید، هر چیزی رو که میگم سرچ کنید تا ببینید واقعیت داره یا نه. یادتون نره لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه، سابسکرایب کنید. این خیلی بده که ترک بوشیدو 46% سابسکرایب نبودن، نزدیک 700 کا ویو خورده و این خیلی زشته. یادتون نره اگه ربطه قسمت 2 با فیمس حاجی هم ندیدید، روی این علامت تعجب کلیک کنید و ببینید 5 تا ویدیو از 5 روز قبل تو علامت تعجب هست. مرسی که هستید دوست داشتنی های عزیز، سکسی باشید و زیبا. بریم ویدیو رو ببینیم. خب گایز، شروع میکنیم با اولین تریک به اسم Do a Better Roll. بچه ها، همون جوری که میبینید اگه توی گوگل این جمله رو سرچ کنید، Do a Better Roll، خدا کنه درست تلفظ کنم، و باید گزینه I'm Feeling Lucky رو بزنید. اینو حتما در نظر بگیرید. وقتی روش کلیک کنید میچرخه گوگل. حالا همه چی اینجا تموم نمیشه. اگه یک بار دیگه کلیک کنید کلن گوگل به فنا میره و فیلیپ میشه. بله، ولی باید یه چیز خیلی مهم رو در نظر بگیرید. واسه اینکه این کار عملیشه باید برید تو سیتینگ گوگل، سرچ سیتینگز، و حتما این گزینه رو بذارید رو Never Show Insult Instant. انگلیسی ما رو جونه هممون، Instant Results. اوکی؟ باید حتما این کار زیبا رو انجام بدید واسه اینکه گوگلتون بچرخ. شماره 2، شاید خیلیاتون شنیده باشید، گوگل گراویتی. یعنی جا، یعنی چیز، چی میگن نیوتن چی رو کشف کرد؟ سیب افتاد فکر کنم، یعنی اون، یعنی گراویتیشو از دست میده. وای، اصلا نمیخوام ادا اینایی که فارسی یادشون میره، اصلا این کلمه رو کلا بلد نیستم. در کل بریم با هم دیگه سرچ کنیم. بچا در قسمت گوگل بعد از اینکه اون کارو تو سیتینگ کردید مینویسید گوگل گراویتی، و یادتون نره حتما باید رو I'm feeling lucky کلیک کنید. همونجوری که میبینید گوگل از جاذبه است دیگه، جاذبه شو از دست میده و همه چی پخش زمین میشه و با موستون میتونید تکونش بدید. حتی تو قسمت سرچ هر چیزی رو دوست دارید میتونید بنویسید. طبق معمول عادت مینویسیم یوتیوب. به همین راحتی. دیدید چقدر زیباست؟ گرویتی شو از دست میده. شماره 3 به اسم زرگ راش. فقط کافیه اینو تو سرچ گوگل بنویسید، بیشتر توضیح نمیدم. بریم با هم ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی تو قسمت سرچ گوگل بنویسید زرگ راش و I'm feeling lucky، طبق معمول همیشه روی این گزینه کلیک کنید، و وقتی رو قسمت I'm feeling lucky کلیک کنید یه اتفاق عجیب میفته. وارد صفحه گوگل میشید ولی همچین چیزی رو میبینید، باید اونو کلیک کنید. میزنید همشون رو نابود میکنیم ما هم دیگه، مرسی، نمیذاریم هیچ کدوم زنده بمونن. اگه دیر عمل کنیم اینترنتمون رو خراب میکنن متاسفانه. واسه همین باید بزنیم سریع. قرمزاش میان رو کار، پرسپولیسیا ریختن، حالا پرسپولیسیا رو میزنیم. قبلی زردا سپاهانی بودن، خدا کنه استقلالی هم بیاد فوش نخوریم. من خودم پرسپولیسی و رئالی ام گایز. خلاصه اگه دیر بجنبیم متاسفانه گوگل برای ما یک کلمه رو مینویسه که گیمرها با این کلمه آشنان. ثبت میکنیم ببینیم چطور اتفاق میفته. بله، اینترنت ما رو خراب کردن. جی جی، گود گیم. انقدر بدم میاد از این کلمه، من بیشتر میبازم مینویسم بی جی، بد گیم. شماره 4، بریم ببینیم چیه. فقط کافیه تو قسمت سرچ گوگل بنویسید The answer to life, the universe and everything.
میبینید که عدد 42 میاد. حالا این عدد 42 قضیهش چیه؟ 42 عددیه که خدا تو سنت کابالیست جهانو خلق کرده. ولی دلیل بر این نمیشه که این عدد حتما عدد درستی باشه. 42 خیلی معنی‌های متفاوتی داره. مثل تو عشق به معنی قدرت و انرژی مثبت، خوراک تعتو 42. یعنی یه روزی تصمیم گرفتید یه عددی رو تعتو کنید، 13 رو به هیچ وجه تعتو نکنید. موافقید یه ویدیو بسازم در مورد توضیح همه تعتوها؟ اگه موافقید یکی کامنت بذاره، یا اصلا خودم کامنت میذارم لایک کنید، لایکاش بشه بالای 1500 تا میسازم. میدونم خیلی لاشیم، قبوله میسازم، ولی لایک کنید ببینم چند نفر دلتون میخواد بسازم. شماره 5، Play Break Out on Google. یه بازی خیلی خفن و خاطره ساز رو میشید تو گوگل کنید. وارد گوگل میشید، مینویسید Play Break Out in Google یا on Google ببخشید. بعد از اینکه آن گوگل رو نوشتید، روی I'm feeling lucky میزنید. من نمیدونم این بازی رو یادتونه یا نه، من به این بازی میگفتم میکروب، خوراک بازیه. خیلی زیباست، میزنید سبزا رو نابود میکنید، استقلالی ها رو میزنید، زباهنی ها بالان، بعد سپاهان نارنجی سایپا، پرسپولیس هم که قرمزه، باختم مثل سگ. خلاصه این هم یکی از بازی های خاطره سازیه که به راحتی میتونید تو گوگل انجام بدید. شماره 6، گوگل. من نمیتونم اینو تلفظ کنم، نمیدونم چیه. حالا خلاصه وارد گوگل میشیم، طبق معمول این کلمه رو سرچ میکنیم. طبق معمول و همیشگیمون I'm feeling lucky، من احساس خوشبختی میکنم. میبینید که کلن این شکلی میشه. اصلا یعنی چی این کلمه؟ چقدر انگلیسیم ضعیف شده، یکی بنویسه. موستون هم تکون بدید به چرخش در میاد، انگار مثلا گوگل زمین و خورشید و ماه و ستاره دارن دورش میچرخن. دوست دارید گوگلتون بزرگ شه مثل یه سری چیزها و از این وقتا بزرگ میشن؟ خیلی راحته. تو سرچ گوگل بنویسید اپیک گوگل و سرچ رو بزنید. سرچ رو میگم دیگه بدونید چیه، 10 بار اینو تکرار نکنم. گوگلتون بزرگ میشه. ببینید چقدر زیبا آهسته آهسته، چه خاطراتی براتون زنده. شماره 8، تریک مورد علاقه من، گوگلز. ببخشید گوگلز. بچه ها تو سرچ بازم می نویسید GOOGOTH. همونجوری که می بینید یه صفحه سیاه میاد که شانس گوه ما نوشته که فعلا این کار نمی کنه. چقدر ما گوه شانسیم. همه تون عاشق بازی کردنید، اینو می دونم. یه بازی دیگه می خوام به تو معرفی کنم، فقط کافیه تو گوگل. خیلی هم بات، هر گرافیکی، هر رمی، هر هارد ترابایتی، نمی دونم، هر کامپیوتری، سیستمی می تونید این بازی رو کنید. فقط کافیه بنویسید گوگل پکمن. پکمن رو یادتون نره، با PACMAN بنویسید. وقتی این جمله رو نوشتید، رو I'm feeling lucky کلیک میکنید و این بازی زیبا میاد. خودم هنوز نفهمیدم بازی چجوریه، ولی فکر کنم واسه این که این موجودات قرمز و زرد و آبی و صورتی تغییر مسیر بدن، باید روشون کلیک کنی و اگه اونها برسن به اون دهنه های زردی که دارن راه میرن، بازنده میشی. مثل الان که مثل سگ مردن. آیا علاقه به موسیقی دارید؟ آیا گیتار دوست دارید و پول خریدن گیتارا ندارید؟ خیلی راحته. فقط کافیه بنویسید گوگل گیتار. وقتی اینو نوشتید یه گیتار میاد جلوتون. بله، استعداد موسیقی ایران، پوریا پوتک. به به، چه نوتایی رو مینوازه. آیا عاشق دریایی؟ دوست دارید زیر آبی برید؟ خیلی راحت، گوگل شما هم میره زیر آب. چقدر من امروز نمکدون شدم. بچه ها باید بنویسید گوگل آندر واتر. این نکته رو فراموش نکنید، همیشه I'm feeling lucky رو بزنید. گوگلتون میره زیر آب، تموم شد رفت. حالا قراره گوگلتون رو کانورس کنیم، برعکس کنیم. گوگل رو بچه چجوری می نویسن؟ همچنی که می دونید GOOGLE. شروع کنید به برعکس نوشتنت، ELGOOG. خیلی راحت گوگلتون برعکس میشه. واو چه تریکی ریدی بوده. بچه ها مطمئنم این گوشی های نوکیا رو یادتونه، 100% یعنی یادتونه. تنها بازی مورد علاقه همه ما تو اون گوشی بازی مار بود. من واقعا تو این بازی خیلی حرفه‌ای بودم، یعنی مارمو انقدر دراز میکردم که انگار مثلا یه دونه چیز، ولش کن قضیه حساس میشه، بخوام این جمله رو بگم یوتیوب روم حساس میشه. میریم با هم دیگه مینویسیم تو گوگل، خیلی راحت. مار به انگلیسی چی میشه؟ سنیک. مینویسید گوگل سنیک.
وقتی این جمله رو نوشتید دوباره کلیک میکنید و این بازی جذاب میاد. به علت دافای خوش‌قد و قامت برزیل ساو پائولو رو انتخاب میکنیم. گاتیتو میزنیم و شروع میکنیم به بازی کردن. فقط بعدی این بازی اینه که جای نقطه‌ها باید آدما رو این مار بخوره. البته این مار نیست، اتوبوس یا قطار داره سوارشون میکنه. نمیدونم چرا گوگل اینجوری ساخته، خواسته مثلا بگه که ما تحقیق نکردیم از اون بازی. ولی در کل دمش گرم. حالا دوست دارم خودمو بکوبم به دیوار ببینم وقتی میوازم چه جوری میشم. هیچ اتفاق خاصی نمیفته. با اسکور 9 از بازی حذف شدیم. شماره 14. شاید خیلی واسهتون سوال باشه. اون قدیما که تازه اینترنت اومده بود گوگل چه شکلی بود؟ گوگل در سال 1980 میبینید مثل فرمت داسه، یعنی به همین تخماتیکی که دارید میبینید چقدر میتونه پیشرفت کنه یه شرکت، واقعا پرچمشون بالاست. گوگل واقعا لیاقت بهترین هست. گوگل is the best. یه کمی خایبالی گوگل رو کنید شاید تبلیغامون رو نشون داد. تریک شماره 15، تو سرچ گوگل بنویسید گوگل POND، گوگل پوند، به همین راحتی. چه تغییری کرد؟ هیچ تغییری، ولی موستونه که تکون بدید ببینید چه تغییری کرد. واو، ایتس بیوتیفول. امروز نمیدونم چرا نصف انگلیسی فارسی شدم، ولی این کارو میکنه. و اما آخرین تریک، این اصلا تریک نیست، چیزی که باید بدونید. دیدید بعضی وقت تو اینستا میزنن مثلا چند ساله بود وقتی فهمیدی خامنه ای همون خمینیه مثلا، تو این مثلا اینجا هم مثلا وقتی بچه شما آفلاین یا اینترنتتون قطع شده عکس یه دایناسور خیلی زشت میاد. به راحتی با کلیک کردن رو اسپیس میتونید بازی رو شروع کنید و به حرکت در بیاید. من این بازی رو خیلی دوست دارم. اصولا بعضی وقتا اینترنتمو قطع میکنم این بازی رو میکنم. مطمئنم فکر میکنید دروغ میگم، ولی نه، دارم راست میگم. اوکی گایز، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده بوده باشید. طبق معمول قراره یه فیلم خیلی خفن معرفی کنم و 5 تا کامنت زیبا بخونم. بریم فیلمو براتون معرفی کنم. الهیام فیلم الهیام، فیلمی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم پلتفرم ده پلتفرم واسه سال 2019. بچه ها این فیلمو ببینید پشماتون میریزه. نمیدونم چرا هر فیلمی معرفی میکنم میگم پشماتون میریزه، چون این فیلم واقعا شاخه. جدی میگم این فیلم قشنگ داره جهان هستی رو نشون میده با آدمای عوضی توش. ایده فیلم خیلی جدیده، حتما ببینید واسه سال 2019. اگه روی سری از چندشی ها حساسید این فیلمو نبینید. این فیلم کشت و کشتار نداره، یه جوریه، خیلی موضوع خاصی داره، حتما ببینید. نمرش هم تو IMDb 7. واسه یه فیلم بالای 7 عالیه. 80% هم رضایت بینندگانو داشته. بریم سر کامنت ها. کامنت شماره 1، بچه این اثر کله خراب بود. خلاصه Everyone Lego پوتک دو نقطه لوگو، سوتی بزرگ دیروز پوریا پوتک در ویدیو دیروز. لگو رو خوندم لوگو. وقتی که داشتم ویدیومو دوباره میدیدم به خودم گفتم آخه خر مگه است، خودمو خری لگو رو لوگو میخونه، اصلا لوگو جریانش یه چیز دیگه است، اشتباهه دیگه، ببخش. امروز چند تا نوجوان تو پارک داشتن موزیک تکس آزاد و با صدای بلند گوش میدادن. امیدوار شدم به آینده کشورمون. مرسی هستی داداش. خبر زیبایی. کلا وقتی رپو شروع نکرده بودم همیشه میفهمی کردم پوریا فکر کن داری راه میری یه نفر با ماشین داره موزیک تو گوش میده، میفهمی؟ اون اوایل بود. کلا ماها هم آرزو داریم دیگه، و این خبرها خیلی خوشحال کننده و پر از انرژی مثبت به ما میده. پس پر از انرژی مثبت با عشق و چند تا دختر جذاب و پسر هیکلی تقدیم به شما. پوتک، هیچی نمیتونم بگم که لایک کنی، فقط خواستم بهت بگم که بدون یکی مثل من وقتی خیلی خیلی حالش بده و براش نوتیفیکیشن میاد که پوتک این ویدیو رو بارگذاری کرد، همونجا میگه ای ول، حداقل 15 دقیقه با یه فرد خاکی و باحال حال میکنیم. مرسی عزیزم، دیگه عرق شرم داره میاد. دوست دارم، مرسی. شاید بگید الکی میگم، ولی واقعا خدایی فردا تولدمه. امیر انسل، نمیدونم درست یا نه، آیدی دینه، تولدت مبارک عشقم. امیدوارم امسال به همه آرزوات برسی، پرچمت بالاست. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب. دم همتون گرم. هر جو هستید موفق و پیروز باشید. به پدر و مادر احترام بگذارید. همه چیزو سخت گرفتی جز دستام. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشی. گودبای.